Thank you. اموریات دارند که ایران را به نابودی ببرند خب می‌برند دیگه. ولی من می‌گستم که ایران در زمین ما ما عدیک آ بغاشت سراسر فرسود هوای وطن از چه تابانه می‌خوام از تیونیت بعد خدا <applause> همه را دیشب مزدورشان از سوز دل می گفت وان یک از شعر حافظ خنجری می ساخت با عقل کوتاهش تا بر حریم دل فرو آرد این آدمک های پریشان گوی گویی نمی دانند. تاریخ را اینها نمی خانند. در بستر تاریخ ایران این سیه منفور فردایند در چهارراه شهر تبعیدی این چوب کوکی ها چون زاغ می خانند. مردار خاران شب قربت عشق به ایران را افسانه می دانند. دروازه های شهرهای دور دیوارهای خانه مادر دامان پاک مهربان خواهر دیروز با انگشت اینان خون نشین اینها که با دشمن دشمن ترین دشمن ایران ما را بی کردند و شرا کردند فرزند را از مادر و زن را ز شوی خود جدا کردند اینها که در فردای پیروزی خفاشوار آواز خون دادند در مرگ آن شهباز های عرصه تاریخ بر شادمانی های خود رنگ جنون دادند اینه که جای گل گلواجه های عشق نور و دل مزدور دشمن تیغ می کارد. از آسمان شهر تبعیدی جای ستاره ننگ می بارد باری دیگر ما عهد می بندیم. با نام پیر احمد آبادی با واژه زیبای آزادی تا زره خون در بدن داریم تا جان به تن داریم با دشمنان خاکمان مردانه می جنگیم. مردانه میمانیم مردانه می میریم علی رضا نوریزاده زاده چهارشنبه 26 همه ماه آبان 16 نوامبر به شما سلام میکنم امروز هم اون مهمون عزیز دارم که دوستش دارید رو نمی کنم حالا رو نما باید بدین همینجوری نمیشه دیروز یا روی و دو سی روز پیش بود راجب به دیدارم با آقای زلمای خلیلزاد با اتون صحبت کردم که با هم هم اینجا لندن دیداری داشتیم و هم در واشنگتن و حالا دیدم که بی بی سی با ایشون یه مصاحبه هم کرده و خیلی اون حرفایی که اونجا با هم زدیم در مصاحبهش با بی بی سی گفته که فکر میکنم دیروز پخش شد ولی در هر حال آقای زلمای خلیجزاد در تشکیلات آقای دونالد ترامپ حضور خواهد داشت و از کسانی حتی در یکی از این نشست ها او بود که اومد آقای ترامپ رو معرفی کرد و به هر چون از مردان نزدیک به جورج بوش و از جمهوری خانه سرشناسه منطقه هم خوب میشناسه حضور او رو حداقل در اون تیم مسلمانان و تیم کارشناسان مسائل خاور میانه خواهیم دید آقای ترامپ براتون گفتم این یه خط کشیدن ساده که آقا بالاخره نیولیبرالیزم هست و این بسات با فاشیزم که این به همین سادگی نیست قضیه مسائل پشت پردهی داره که باید تعمل کرد من داشتم همین لیست همکاراش رو نگاه می و به نظرم رسید که با این همکاران همین جوری شما نمیتونی بگی که نخیر این آدم نه ببینید حالا من نگاه میکنم بهشون مثلا آقای استیو کبانون مشاورش در امور استراتژیکه جان بولتون هنوز شغلش مشخص نیست باب کورکر هنوز باش مشخص نیست زلمای خلیلزاد گفتم براتون مشخص نیست جنرال استنلی مکریستال که به شورای امنیت ملی میره در ستاد ازش استفاده خواهد کرد توماس باراک اینا آدمایی جانداری نیو گنگریچ اینا رئیس مجلس نمایندگان امریکا بوده و جنرال استنلی مکریستال از فرماندهان بزرگ امریکا در افغانستان بوده اینه که به نظر من باید سب کرد ستیفن منوشین باید سب کرد و اینا کسانی هستند که به حال یا خانم کیلی ایوت چه کار خواهد کرد باید سب بکنیم مایکل تیفیلن جان کیل جان کیل آدم های سرشناس تو واشنگتن هست ببینید هیچ آدمی در دموکراسی ها یا کریس کریستی هیچ آدمی در دموکراسی ها همجور خودش نمیاد ایران که نیست که یه نفر تصمیم بگیره به قول رأی حکومتی است و هیچی مجلس حق نداره راجع به قانون مطبوعات نظر بده نه اونجا تیم هست یه دولت سایه هست که دولت در واقع حزب شکست خورده یا حزب اقلیت حزب مخالفه اینجا نگاه کنید حزب کارگر برای تمام دوائر وزیر داره وزیر دوم هم داره وزیر مشاور بعضی وزارتخونه ها مثل وزارت کشور یا وزارت بهداشت ده تا وزارت خونه تو شکمشه وزارت مهاجرت هست وزارت من فلان تو وزارت پلیس هست وزارت امنیت هست در دل این وزارت خونه ها یعنی یک رأس اونجا هست سکرتری آف استیت بعد زیرش وزرای دیگه هستن در امریکا زیر سکرتری اف استیت وزیر نیست ولی پرمیننت آندر در معاونان ثابتن مثلا اگر خانم کلینتون برنده میشد یکی از این معاونان ثابت که سالها در وزارت خارجه بود آقای برنز ویلیام برنز وزیر خارجه میشون حالا هم در دولت آقای در دولت جدید از این آندر سیکرتری ها نخواهد چون هشت سال دموکراتا ها بودن برابر این احتمالا شاهد یه تغییرات اساسی خواهیم بود مثلا در سطح سفرا تغییرات اساسی خواهد بود خیلی از کسایی که به آقای کمک کردن به آقای ترامپ اینها انتظار شغلهایی مثل سفارت دارن مثلا آقای رابرت جرالدی هارول جیهام فورس لوکاس سارا پلین هم که به هر حال یه دوره شانس نیورد به عنوان معاون ریاست جمهوری حالا این دفعه انتظار داره شغلی بهش بدن اینه که در امریکا چون اگه دقت بکنید فرمانداران انتخابی و وزرار هم که به هر حال یه تیم با رئیس جمهوری میشن تعیین میکنن سفیرها هم باید موافقت کنگره رو داشته باشه به خصوص های بزرگی مثل بریتانیا، روسیه، فرانسه، عربستان سعودی، عراق افغانستان کشورهایی که سفارت آمریکا در اونجا خیلی اهمیت داره و بزرگه حالا میرسیم به اونا خواهیم پرداخت دوستانی هستند در ایران در این تاسیسات شستا صنایع عمومی تامین اجتماعی شستا اینا مرتب برای من اطلاعات میفرستند در باب احمد خان بگی و ناصر سرگزی زاده ادعا میکنن که اینا با حقوقهای کلان میلیاردی در این سازمان سوء استفاده کردن و کس و کار اقوام خودشون رو یکیشون هم برای من مدارکش رو فرستادن من فقط به این دوستان میدم بسیار ممنونم ازتون ولی من اینجا تا تحقیق کامل نکنم نمیتونم راجع به آدم ها بیام صحبت بکنم خدا رو خوش نمیآید. آید به خصوص آدمایی که اینجا نیستن تا از خودشون دفاع کنن اجازه بدید من کاملا در این مورد برام قضیه روشن بشه و بعد مطمئن باشید در این باره صحبت خواهم کرد یازده کشور عربی کشورهای هاشی خلیج فارس به اضافه اردن به اضافه مصر حضورت ارز بکنم که بحرین اون که گفتم مراکش یا مغرب سودان نامه نوشتن به سازمان ملل و در اون شکوه کردن از حمایت ایران از تروریسم از مداخله ایران در امور کشورهای عربی و خواستار آن شدن که سازمان ملل شدیدا در این زمینه اقدام بکنه امارات متحده عربی جلو افتاده این متن رو نوشته بقیه اون رو تایید کردن آدم متاسف میشه که جمهوری اسلامی با عملکردش باعث میشه که ما در سطح بینالمللی همیشه به عنوان پشتیبان تروریسم یه نکته براتون بگم همین دیروز در نزدیک آبهای یمن قایقایی رو گرفتن که اسلحه داشت برای حوسی ها چرا؟ چرا؟ حالا که مساعی و اقدامات آقای اسماعیل ولدچق نماینده ویژه سازمان ملل داره به جایی میرسه آقای جانکری رفته مسقط و گفتگو کرده با حوسی ها عملا هر دو طرف نرم شدن برای پذیرش یک راحل سلحا راه راحلی که مبنی بر اینکه آتش بس در یمن برقرار بشه و بعد یه دولت اعتلافی تشکیل بشه آقای رئیس جمهوری بخشی از رو به نخست وزیری بده که شخص است. چرا دوباره اسلحه؟ چرا موشک زلزال ما با پول ملت ایران درست شده باید بره شکم یمنی ها رو بدره حالا گیرم یه دونم زدیم به عربستان خورد چی میشه؟ تو جازان سپوره که تو خیابونه داره جارو میکنه یه موشک خود کشته شد چه نتیجه شما میگیرید تو تهران چه اتفاقی در چارهای آزربایجان میفته چه در قصر ریاست جمهوری چی میشه چه اتفاقی میفته که سه نفر سپور یه نفر گروهبان یه نفرم دربان مسجد در جازان کشته بشن یا در یمن 15 نفر کشته بشن چه نفی برای شما داره دخالت جمهوری اسلامی در یمن بزرگترین خطایی است که جمهوری اسلامی مرتکب شد و بابتش هزینه بسیار سنگینی خواهد داد بسیار هزینه سنگینی خواهد داد شما نگاه کنید یه مقایسه هم آدم جلوش میذاره خوراک دارم میدم و به اون ور آبیا اون آقایون وطن پرست گردن سیخ فردا میان دوباره همین هم مسئله میکنیم شما نگاه کنید در عراق کشورهای سنی مذهب عملا دخالت نکردن میگفتن این افسانه که بله اینا دارن به داعش کمک میکنن وقتی آقای بغدادی اعلامیه رو داد معلوم شد دشمنانش کیا هستن به طور قطع جمهوری اسلامی نیست ولی جمهوری اسلامی تا خرخره تو عراق قرقه آقای رحیم صفوی آقلتر از بقیه اشاره کرده بود که مقام معظم رهبری به ما توصیه کردن مداخلاتون در سوریه و در عراق و جاهای دیگه مستشاری باشه در حد مشاوران باشه چون تو این باطلاق ما گیر نیفتیم اما متاسفانه سپاه و سپاه قدس تا خرخره تو این باطلاق فرو رفتن سوریه رو نگاه کنید هفته گذشته یک سردار کشته شد وقتی به طرف درجه سلشگری میدن بعد از کشته شدن یعنی سرتیب بوده دو تا در از دو هفته دو تا سردار کشته شدن به اضافه یه تعدادی سرهنگ و گروهبان و درجه دار و افسر برای چی؟ برای اینکه بشار اسد چند سباه دیگه در سوریه باقی بمونه. بعد خوشمزه تر از همه اینه تلویزیون العالم، تلویزیون المنار دستگاه تبقیقاتی جمهوری اسلامی در لبنان و در ایران در بوغ و کرنا میدمند که آقای ترامپ خیلی انتخابش سعودی ها رو نگران کرده انتخابش عربای خلیج فارس رو خیلی نگران کرده وحشت زدن و بعد کارشناسشون در تلویزیون المنار میگه باید منتظر بود که یک محور جدید ایران و عراق و سوریه و روسیه و آمریکا درست بشه آمریکای جهان خواهد چی و یمن و انصار الله آمریکای جهان خار چی بود مرگ بر آمریکا چی شد مرگ بر اسرائیل چی شد و روزنامه از سفیر آقای ترال سلمان دوست نزدیک جمهوری اسلامی که اصلا هزینه رو حزب الله و جمهوری اسلامی تعیین میکنن در یک سرمقاله مفصل میگه مگه شعار مرگ بر آمریکا نبود و آقای ظریف خونه جانکری نرفت شعار مرگ بر اسرائیل هم میتونه کمرنگ بشه و پاک بشه پس همه اینا دیدین دکون بود جبهه ممانعت دکون بود اسرائیل به نخست وزیر روسیه آقای مدویوف گفته که بشار بهترین همسایه ماست ما علاقه مندیم بشار ادامه پیدا کنیم چند سال پیش من بهتون گفتم اسرائیل بشار رو تحمیل کرد گفت بشار بهترین همسایه ماست پدر و پسر تو چهل سال یک گلوله به ما نزدن ولی از اون طرف اعتراف میکنه جمهوری اسلامی سرال آقای حاجی زاده اعتراف میکنن سردار که کارخونه موشکی که ما در سوریه ساخته بودیم آمریکایی اومدن نابود کرد به ایران بچه ها به خاطر آلودگی هوا قیافاشون دیدیم ماسک زده نمیرن از خونه بیرون برای الله بهشتی درست کردیم در جنوب لبنان که اصلا با میوه ها و باخ ها و اونایی که اونجا درست کردن در خود ایران پیدا نمیشه زنده باد حزب خب حالا برای اینکه مهمورم بیارم اول رو ببینید چقدر منتظرش بودین؟ انقلاب مخملین پهلوی ها خیلی کتاب شد باورتون نمیشه خودم دستم میگیرم نگاه میکنم 745 صفحه کتاب چهار سال عمر خیلیه آقای دکتر فرمش مخلص روزی دوخه خیلی ممنون لطف دارین شما عزیز بدین سلام و ارادت خدمت بینندگان عزیز عرض کنم کتاب در اومد دکتر بالاخره اولا من بهتون بگم دوستانی مرتب می که آقا ما کتاب می‌خوایم برای ما بفرست، اجازه بدیم در همین ایران فردا نگاه کنید ما یه آگهی پخش قایم کرد راجی به کتاب طریق ابتیا به دست آوردن بعد یه مراسم بوکساینینگ خواهیم داشت که دکتر خودش در اونجا حاضر خواهد بود بعد این کتابی نیست که همینجوری بیام بگیرین نه کتاب بسیار سنگینی نیست زمان باید بگذارید باور کنید اطلاعاتی که در این کتاب میخونید دست اول و همه دقیقه خیال پردازی نشده یک دونه از آدمایی که کشته مرده رژیم پهلوی باشه اینو ننوشته آدمی نوشته که سابقه شرکت در فعالیت های کنفدراسیون داشته در یه نقطه رسیده دی ای داد لیت شباب یعود و اکاس جوانی برگرده دوباره آغاز کنیم ای داد این انقلاب سفیدی که مسخره میکردیم چیز بدی نبود در واقع انقلاب واقعی اون بود اما این رو میاد با مدرک با ارقام و آمار به شما ارائه میده پس این همه سب کردید یه خود دیگه هم درنگ کنید همیشه ما چیزایی که میگیم طول میکشه اما انجام میشه هی به من نق میزدید آقا روی ستلایت دیگه هم برو گفتم یه خود سب آقا ما مثل بعضی از تلویزیون های دیگه اون امکانات رو نداریم و خوشحالم اونا امکانات دارن یعنی آرزو میکنم همه تلویزیون ها انقدر امکاناتشون وسیع باشه به بهترین شکل با سه و چار مگابایت پخش بکنن نه یک مگابایت اونم از نداری اون کارو میکنن و آرزو میکنم همه اینقدر اقتدار داشته باشن بتونن برنامه های عالی بسازن به که آدم چهار ساعت بشینه روبرو خودش حرف بزنه برنامه تولید کنه این آرزوی من ولی به هر حال در حد امکانات محدود خودمون تلاش کردیم که برای شما برنامه تولید کنیم این کتابم که در اومده از انتشارات مرکز پژوهش ایرانی و عربه که من افتخار مدیریت شده. دارم انقلاب مخملی پهلوی ها با قاطعیت و با صداقت بهتون میگم یکی از بهترین کتاب است که من خوندم فارغ از اینکه شما تمایل به چه نوع اندیشه داشته باشید یک کتاب فکشوال واقعیت و حقیقت با آمار دقیق تصاویر رو در برابر ما میگذاره چه بودیم چه شدیم چه میشدیم اگر این پرانتز جمهوری ولایت فقی باز نمیشه خب آقای دکتر قبل از اینکه به به کتاب من نگاه که میکنم به برنامه ها به تحلیل ها به دست بندی ها به بازی ها پیش خودم فکر میکنم این آقای دکتر روحانی در سه سال و اندی آخراش دیگه ریاست جمهوریش خب وعده هایی داد ولی در حد بزاعت مزجات آیا تونست کاری بکنه در حد امکانات با مخالفت ها و فشارها آیا هیچ اثری ما از این چهار ساله واقعا ملموس فارغ از شعار میتونیم ببینیم و عنوان بکنیم ارز کنم خدمتتون که در واقع نه ببینید تنها اتفاقی که افتاده این تولید نفت کشور از یک میلیون شده دو صدور نفت کشور از یک میلیون شده به دو میلیون و نیم در روز در نتیجه یک درآمدی ازافه. وارد کشور شد و این درآمد یه جاهایی هزینه شده خرج شد و این یه تغییری ایجاد کرده این به معنای هیچ خود تولید کار کرده تولید, تولید کارم نکرده نکرده شما رشد بیکاری الان مقایسه کنید با اول سال بیشتر شده خب رشد اقتصادی چی از من خب ببینید رشد اقتصادی شما سال گذشته یک میلیون تن نفت صادر می‌کردید در, رو. در روز یک میلیون بشک سایه در در روز صادر می‌کردید امروز این امسال دارید دونی یعنی پس بنابراین شما یه رشد اقتصادی دارید آه. ولی این رشد اقتصادی رشد اقتصادی برآمده از تولید کشور نیست برآمده از بخشی از درآمد اقتصاد, اقتصاد کشور بنابراین شما نمیتونید به اینکه حالا ای با... بیشتر شده پول تو بازار ریخته شده مبادله حالا به هر حال رشدی ایجاد شده دیگه خب. ولی این رشد به رشد معنای رشد اقتصادی واقعی که تولید کشور رشد کرده باشه معنی نمیده ولی خود در اینها رشد نتیجه چه خواهد شد در سال آینده که چنین درآمدی وجود نداره یعنی خب همین فرد. دو میلیون که منتقل میشه به سال دیگه بنابراین در مقایسه با امسال شما سال دیگه اصلا روش نخواهید داشت خب الان بذارید اینا رو میخوام پله پله بریم چون مسئله مهمی است ببینید آقای روحانی وقتی اومد با بلیت برجام اومد حالا وقت اسمش برجام نبود با بلیت اومد که آقا من این مسئله تحریم ها رو حل میکنه. آیا ایران بدون تحریم با ایران با تحریم فرقی نکرده؟ ببینید مسلما فرق خواهد کرد ولی فرق, فرق چی میفهمیم؟ چی میخواییم؟ دستگیرمون بشه از فرق نه فرق زندگی مردم نه زندگی اقتصادیشون ببینید. اقتصادی ببینید شما برای اینکه اقتصاد کشوره اقتصاد کشور 80 میلیون ایرانو تغییر بدین با قول و قرارهای فرجام و اینکه میتونید حالا چهار تا ماشین از فرانسه بیشتر بخرین دو تا قرار داد با ایتالیا ببندین این اقتصاد کشور 80 میلیونی حرکت در نمیاره با یک حساب سرانگشتی شما اگر بخواید اقتصاد کشور رو در حد خودکفایی برسونید یه چیزی حدود 500 میلیارد دلار سرمایه لازم دارید یعنی 200 میلیارد دلار برای شرکت صنعت نفته یعنی 100 میلیارد دلار برای هواپیماس خطوط هواییه نمیدونم 100 میلیارد دولت کسر بودجه داره 100 میلیارد دلار طرحهای عمرانی دولتی که بر زمین جمید. مونده شما اینا رو جمع بکنید بعد آب و هواس بعد کمی آب بعد مسئله انرژی شما اینا رو همه رو جمع بکنی یه حدود 500 میلیارد دلار شما پول لازم دارید برای اینکه بتونید تولید کشور رو به مرز خودکفایی برسونید هنوز به صادرات کاری نداری خب, این این سه سال چی اومده تو مملکت این پول هم باید از خارج بیاد باید سرمایه گذاری بشه خب این کوش مونتا ما گرفتار خب تبلیغاتیم دیگه همطور عجیب غریب تو گوشمون میکنن که آقا این شده و اون هیچی نشده هیچ اتفاقی نیفته خب من سوالم اینه آقای دکتر ما کارشناس داریم آدمایی که با ذهنیت درستی هستند اقتصاد رو میشناسن تو دستگاه دولت هم کم نیستن توشون هست من آقای طیب رو که با هم خیلی راجع به شف میزدیم چند روز قبل که دیدم اومده داره دفاع از رئیس قوه قضاییه میکنه و دزدیای اون رو توجیه میکنه یه دفعه موندم که آقای طیب چرا بعد معلومه کیس که میره تو اون دستگاه دیگه به نوعی بعد هم رنگ اون بشه چاره ای نداره ببینید آقای دکتر نوریزده بزید من یه بحثی رو شروع کنم ممکنه زمان بگیره ولی شاید خیلی مسائل رو روشن کن ببینید برای اینکه اقتصاد کشور از این ام ام مشکل فعلی خارج بشه از حالت فلج از این حالت فلج خارج بشه یک راه وجود داره اونم اینه که آقای خامنه‌ای جام زهر اقتصادی رو بخورد. حالا این جام زهر اقتصادی یعنی چی اینو قشنگ تشریح کن گوش دارم, دارم. میدم ببینید شما بید. اقتصاد علل اصول پنج مرحل هست. مرحله است خب یکی مرحله شکوفایی اقتصادی یعنی شما در یک شرایطی قرار میگیرید که شکوفایی اقتصادی باید کشور حاکم مثل چین اه. یه وقت ش... یک مرحله است تثبیت اقتصادی خود ما هم قبل از انقلاب همین شکوفایی بله بزنید. ما دو شکوفایی اقتصادی بودیم یکی تثبیت اقتصادیه یعنی اقتصاد کشور تثبیت شده است مثل کشورهای اسکاندیناوی برست. آلمان انگلیس یه وقت ک... که مرحله بحران اقتصادی یعنی کشور تحت شرایطی در بحران اقتصادی قرار می 20 سال پیش ترکیه مثل یونان بله. مثل 20 سال پیش ترکیه, ترکیه. مثل... پرتغال مثل برزیل یک مرحله از مرحله فروپاشی اقتصادیه که ما الان در مرحله فروپاشی اقتصادی فروپاشی. قرار داریم اون مرحله پایانی هم که ورشکستگی اقتصادی ما در مرحله فروپاشی اقتصادی باید ساختار اقتصادی رو تغییر بدیم و این ساختار اقتصادی او اون جام زهری که آقای خامنهی دبخو حالا من یک مثال برای شما بزنم ببینید در 1917 که در شوروی در روسیه انقلاب شد کل اقتصاد کشور دولتی شد یعنی اون کویس که تو سر خیابون هم که سقز و روزنامه و بادکنک میفروخ اون هم شد کارمند دولت در 1921 پولیت برو و لنین در جایی قرار گرفتن که کشور از مرز فروپاشی هم داشت بر ورشکستگی نزدیک میشد همینجا نگر دکتر خیلی بحث مهمیه خطابم به رهبر جمهوری اسلامی بنابراین اجازه بدید یه درنگ کوتاهی بکنیم ترانه بشنویم از همایون جان شجریان و بازگردیم و بحثمون رو ادامه دوباره و اما ای ملک جوانبخت داستان شب گذشته ما به آنجا رسید که یادش بخیر هزار یک شب محسن فرید نازنین و تمام این قصه آدم تو این ترانه عجب عجب کاری کردی همایون درود بران نفس درود بران پدر تازه صدا و سیمای حاج علی علی اسکری به فکر افتاده صدای آقای شجریان رو آزاد کنه ساعت خواب شجریان دیگه دنیایی شد نیازی به صدا و سیمای فکستنی شما نداره آقای دکتر 1921 آقای لنین و تروسکی نشستن و دیگر اعضای پولیت برو نگاه میکنن اقتصاد کشور از فروپاشی هم گذشت. گذشته دلیل کشور کشاورزیه 78 درصد جمعیت کشاورزن و وقتی این کشاورزی میخوان دولتی کنن یعنی اون مرغ و خروس و گاب و اون یه زمین رو باید دولتی کنن و کردن و دیدن که کشاورزی کشاورزی کشور مختل شد در واقع منقرض شد چون شوقی نداشت اون زاره کلخوز اینجوری درست کرده بنابراین اومدن جام زهر و آقای لنین هم خودش نوشید هم پولیت برو نوشید و اومدن سلخوز و کلخوز درست کرده یعنی در اقتصاد 100 درصد دولتی شوروی کشاورزی, کشاورزی شد خصوصی مورد دیگه چین و بگید اینو که کشاورزی خصوصی بود که در جنگ جهانی دوم خوراک اون سربازا رو همه داد فروپاشی رو برطرف کرد مورد دوم چین انقلاب میشه اقتصاد کشور دولتی میشه ما با همین مشکل برخورد میکنه میاد انقلاب فرهنگی را میندازه تصورش برای اون که انقلاب فرهنگی میتونه عدالت اقتصادی رو برقرار کنه نتونست تنگ شاوپینگ اومد همین زهر رو خورد حیات پولیتوروی چین داد ام. و اقتصاد کشور به شکوفایی رسید مرحله مورد سوم اسرائیل اسرائیل کشور اون زمانی که نوع... تحسیز شد, تحسیز شد. خب از اقسان جهان استرالیا ریختن تو ولی اندیشه دست سوسیالیستا بود یعنی اق... جامعه. ساختار اقتصادی کشور اقتصاد آزاد بود بر پایه عرضه و تقاضا اقتصاد سرمایه داری آه. جمعیت از بیرون وارد شد خب چیکار کنه دولت دولت باید به کار درست کنه زندگی درست کنه اومد کیبوتسا رو, رو درست, کنه هزار خورده کیبوس درست کرد هزاران انسان رو تو این کیبوتسا جا ده. مشغول کرد این کیبوتسا یعنی کمون یعنی اینکه کار یعنی کلخوز و اونه که اونجا داشتن یعنی کمون یعنی اینکه زندگی اشتراکی اینا در این کم در این کیبوتسا کار اونجا هست بهداشت آموزش مسکن خرید و فروش همه چی در اون کیبوتسه مونتا اینا حق خرید و فروش ملک نداره بقیه چیزا رو دارن یعنی اسرائیل نظام سرمایه‌داری 100 درصد اسرائیل مجبور شد که این جام زهر رو بخوره و در درون سیستم خودش سیستم اشتراکی, اشتراکی رو پیاده آره. برای همین اون زمان اگه یاد باشه دهه 50 و 60 روشنفکرای ایرانی که میرفتن اسرائیل برمیگشتن چون اغلب هم چپ بودن سخت در تاثیر قرار می که آقا عجب جامعه پیشرفتی خیلی بعد دانشجو یهودی وام شد از امریکا میره اونجا کار میکرد مثال بعدی در کشور خودم در سال 1341 پایگاه شاه در کشور قشر مالک بود فودالیست فودالیس بود شاه برای اینکه بتونه کشور رو از نظام فودالی به نظام تولید صنعتی برسونه این پایگاه خودشو نابود نابود یعنی جام زهر خورد پایگاه خودشو خراب کرد که بعدن هم به زرر شد بازم. انقلاب شد بعدن نتونست این پایگاه رو در درون صنعت ایجاد کنه صنعتی کرد کشور رو ولی پایگاه خودش رو نتونست در درون صنعت ایجاد کنه و این جامعه رو شاه هم خورد حالا اومدیم سراغ آقای جمهوری آقای و جمهوری اسلامی در ظرف 38 ساله که از انقلاب میگذره ما میبینیم که نظام اقتصادی نداریم م. یعنی یک سری قوانین و مقررات و قواعد و گذاشتن یه چیزی رو این برده یه چیزی رو اون برده این اقتصاد رو پنج شقه کردن یه شقهش دست دولت یه شقه دست بنیاد یه دست ره. خب اینا ولی این چتر بالا سر اقتصاد کشور رو آقای خامنه ای دستش گرفته خب الان اگر بخوان شما اقتصاد کشور رو درست کنیم باید چیکار کنی؟ باید نظام اقتصادی کشور رو تغییر بدیم این نظام اقتصادی هم در جهان دو سه نو بیشتر نیست خب. یا سرمایه یا سوسیالیستی یا مختلفه میک... خب با کار باید, باید بکن خب حالا این آقایون اومدن چیکار کردن این آقایون اومدن این چند پاره کردن اقتصاد باید آقای خامنه ای تکلیفش رو روشن کنه کل اقتصاد کشور باید بیاد دست جامعه دست مردم بعد از دولت از این از شیوه های کنترلی یعنی دست... بیاد الان در واقع بخش, خو بخش دولتی رو واگذار به بخش خصوصی باید بکنه ببینید تا زمانی که بخش خصوصی مستقل در کشور رشد جون نگیره تقویت نشه گسترده نشه مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد خب آقای دکتر یه مقدار از این کارا کردن متأ به نظر من شیوه غلط بوده چون اومدن واگذار کردن به آدمای خودشون اصلا نکردن ام. ببینید اقتصاد که نمیشه پشت درهای بسته انجام بشه اقتصاد باید باز باشه اقتصاد رقابت باشه. باشه رقابت قابل رقابت باشه شما نمیتونی امت... اینا شب میخوابی این صبح میشه میبینید یک م. چه میدونم مجتمع عظیم صدرا مثلا بخشید فروخته شد به یک شرکتی با یه قیمت با م... یه قیمت خب امثال این زیاد این, ا... این اعمال پشت پرده خودش باز دنبال خودش خطاهای دیگر میاره یعنی مملکت ما شده مملوب از خطای اقتصادی و این خطای اقتصادی اپه نخواهد رفت مگر اینکه شما جام زهر رو بنوشید اقتصاد تکلی روشن کنید بگوید اقتصاد دولتی صد درصد دولتی کنید بگوید اقتصاد خصوصی صد درصد خصوصی کنید ولی یک کاری باید انجام بشه این استخون لازه گذاشتن من که میگم هیچ کاری انجام نمیشه به این دلیله که با از این طریق استخونلا زخ گذاشتن و حالا دو تا قرارداد اینجوری بندیم و چهار تا لایه رو اونجوری تو مجلس چیز کنیم و فلان سرمایدار ازش خواهش تمنا کنیم بیاد سرمایه این نمیشه اقتصاد 80 میلیون ایران حل کرد یعنی شما امیدی ندارید آقای دکتر روحانی در دوره دوم ریاست جمهوریش هم بتونه کاری بکنه آقای دکتر نوریزاده. کره فقط یک قلم صادراتش به آمریکا یک تریلیون حدود یک تریلیون صادرات ماشینش فقط خب ما صادرات غیر نفتی اون دودید دو دلار 15 میلیارد دلاره جمعیت اون هم اندازه است ما ما میخوایم فقط در اگه در حد چه ببینم نون و قاطق باشه بله ولی اگه شما یه کشور تولید کننده صادراتی قوی که امکانات چند داری در منطقه هم جای خوبی قرار گرفتین بخواین یه همچین کشوری رو بسازین باید داره صادرات باشین و برای این صادرات باید سرمایه گذاری بشه و برای سرمایه گذاری حداقل اون 500 میلیارد دلاری که من عرض کردم خدمتتون اون قدم اولش خب اینا کجاست تازه یه توتال اومده 4 5 میلیارد اون توتالی برد. که شما میگین 30 درصد اگه سود نکنه نمیاد سی درصد اگر نکنه نمیاد حالا الان داریم 51 درصد هم بهش میدیم برای اول توتال یک قرون عجیبه خودش نمیذاره همین رو میگم قرارداد میگیره میره سراغ بانک ها میگه من یه چه قرارداد دارم به هم وام بدین 51 درصد چه مال ب... خودشه مسلمه ببینید اینا د... شاید قرب... وقت 50 50 می بس بهش ایراد می گرفتن ببینید غرب کار خودشو بلده ولی تو ایران اولا صاحب اختیارا که همه دو زوهیز و و هم که کارمند دولت نشسته دلش نسوخته میگه من یه چیز رو امضا بکنم فردا برم زندان خب نمیکنن. ببینید کار اصلا پیش آخه وقتی که شما یه کار کارشناست میخواد بشین با توتال صحبت کنه باید زبون توتال و بلد باشه در زمان شاه شرکت نفت ماد قدرهایی توش بودن فعال روحانی می رفت صحبت میکرد با غرب میدونست چی داره میگه آقای دکتر فلاح بود میره بله اینا میدونستن چی داره. الان کی میخواد بشینه زنگنه بشینه با ف... 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 چی صحبت کنه با اکسان صحبت کنه آخه ببینید بق... اصلا من میگم ناامیدم از اقتصاد کشور به این دلایله باری به هر جهت میشه نون و رو میشه درست کرد یه نونی رسوند و <متحد> <متحد> یادم دکتر شما دو سال و نیم سه سال پیش همین حرفا رو اینجا زدید که آقا اولا باید اقتصاد محور بشیم به جای سیاست محور بودن اخیرا از بعضی ها این جمله رو شنیدم گفتم خدا رو شو دکتر فرابخش اونجا درس نمیده ولی اینجا درسشو میگیره همین آقای طیب نیا اشاره به اقتصاد محوری میکرد اما اقتصاد محوری که دکتر میگه توش دزد و دلالی رستم قاسمی و نمیدونم کازمینی ها میر کازمی نیست اون اقتصاد مهوری شفافیت ترانسپرنسی میگه دکتر شفافیت اصلشه چون واقعا تو خارج شما میبینید الان یک سهامی رو میخوان بفروشن پنج روز را رو جوش بس میکنن چیه بارم سود یا زیانش چه خواهد بود شما از این امام جازه امامزاده زاده اصلا اصلا کی بیاد این امام زاده شماش رو روشن کنه؟ یک آقای طیب نیا وجود داره توی این کلیه که عقلش واقعا اقتصاد اون آقای نیلی بل. خب اینا چند نفری هستن که ولی اینا قدرت نیستن بل. اینا عدد نیستن نظر اینا تصمیم گیرنده نیستن یه سفارش از بالا تموم اینا خودشون میدونن که آقا باید اون ممکنه سرمایه گذاری بشه باید تولید کشور ساخته بشه آقا تمام ماشینالات بخش تولید ما فرسوده و از بین رفته است اینا باید همه باید جدید بشه نو بشه اینا چطوری بشه از کجا بیاد ببینید هر تیکه کار که شما بخش کشاورزی رو برید آبیاری رو برید هر قسمتی که شما برید میبینید یک دنیا کار باید بشه یک دنیا سرمایه گذاری باید بشه و اینا تمام امیدشون این جلوی دماغشون میبینن یعنی همین نفت میلیون با... و نیم بشکه دو میلیون بشکه نفت است این همه قیمت بالا پایین میشه هینام دلشون تاب تاب میکنه خب حالا یه سوال دیگه دارم بای دکتر ما تو منطقه دوکتر. یه وقتی شاه برنامه های پنج ساله و ده ساله و فکر 20 سال آینده بود و ایران 1400 و غیره الان داریم میبینیم سعودی ها برنامه 20 سی رو دارن فکر میکنن در 2030 آرام کنم سهامش رو دارن میفروشن مقدار بدون نفت چجوری زندگی بکنه آیا میشه در ایران یا آدمای مطلع و درستکار اگر اونا سر کار باشن واقعا ما هم یه برنامه برای 20 سال آینده داشته باشیم اقتصاد بدون نفت رو بتونیم بررسی کنیم ببینید زمان آقای خاتمی دو, دو حسین عظیمی یه برنامه ریخت و برنامه 20 ساله رو تهیه کرد همین که آقای رفسنجانی هم گاهی میگه گاهی میگه آه. ولی کو از این 20 سال ده سالش الان گذشته نه. نه. یک قدم برداشته نشده در, در اون برنامه ای که تعیی شده یک قدم جلو نرفته ببینید اعتقاد ندارند هم. ببینید من با همین که شما گفتم من بارها تکرار کردم شما تا زمانی که نتونید اقتصاد محور فکر کنید ببینید همین آقای ترامپ تا به حال این آقای ترامپ اقتصادی اقتصاد محور فکر میکنه و باور کنید حالا الان دارم پیش بینیم. پیش بینی دارم بهتون میگم شما صبر کنید همین یکی دو سال آینده این به, حل... به چنان اقتصاد آمریکا رو رونه چون که کارشو بلده اقتصاد دون از ما سیاست به اون معنا کاری نداره اون از طریق اقتصاد میاد به سیاست دیکته میکنه برعکسش نیست که از طریق سیاست بیاد به اقتصاد دیکته کنه چون اقتصاد تاجر بوده شجاع تو کار تجارت اهل ریسک که. بلده چی ببینید الان اومده میگه آقا ما هزینه هامون تو ناتو هفتاد درصد ناتو رو بعد چی پول بدی مهد. یه زمانی شوروی بود خب می‌خواستی میدادی هفتاد درصد خیلی خوب این همه سرمایه گذاره آمریکایی تو خارج از آمریکا مملکتشونه شو. پولا رو میخواد بیاره اینجا این همه هم هزینه... پایین این هم هزینه ما داریم تو خاورمیانه و این برا بر. چی داریم هم خودشون بعد بدن خب وقتی این پولا رو یعنی اقتصادی فکر میکنه این پولا رو برگردونه به مملکتش حالا به اینکه بعد دهنه این اینا رو به فرق قضیه اصل قضیه اون اون تفکریه که میخواد تو جامعه آمریکا پیاده آه. کنه و آمریکا کار کنه تولیده. و اونایی که انتخابش کردن راه غلط نرفتن مه. مه. دیدن یه آدمی که آقا تو کارش گادستر میر میره جلو میشکافه و میره جلو و بعدم به کسی بدهکار نیست در که خانم کلینتون رو ادامه ی همین وضع و سیاسی اون. سیستم سیاسی سیاسیه, سیاسیه. بعد یه حزب پشترش حزب میگه این کارو رو بکن کار نکن پشت چیز کسی نیست خودشه هم. حزب هم نمیتونه بهش دستور بده میگه خودم خرج کردم حزب هم علیش ایستاد عل... میگه علیه من بودیم من خودم خرج کردم وایس حرفم هم, هم زدم بد دهنی کردم بد حرفی زدم همه اینا رو ملت میدونن برنامه هم بهشون گفتم بنابراین اصلا روی چیز اخلاقی نمیشه بر چیز این تفکر اقتصادی که میگه تو مملکت این ارزش داره یا همچی تفکری در تمام این جماعت جمهوری اسلامی ایران پیدا نمیکنید که قصه اقتصاد کشور رو بخوره که بخواد واقعا بازی با لغت و بازی با اینا بازی یکیشون تو هست دکتر محسن رضایی این بیچاره الان سالهاست نشسته هی تر میده اقتصاد محور بشیم ولی تفلکی چون نمیتونه مجبور یه دفعه میاد یک حرفای میزنه شالاتنه ایشون شالاتنه آخه اینا سواد این کارا رو ندارند اینا, اینا این مدارک رو جمع کردن که مطرح باشند بله. نه میاد از بیخوبون وجودش بیاد خودش رو بسازه واقعا علمی رو این مدارک رو گرفتن و هی هم میان حرفای اینا هم شالله شما یک مجموعه ضربتی میخواید که بیاد وسط همه چی رو به دست بگیره دلسوز مملکت باشه دلسوز مملکت باشه و عقلش برسه واقع آقا آدم... مملکت با امکانات زیاد داره آدم دلش میسوزه دکتر آموزگار اونجور در قربت میره اصلا دکتر آلی خانی اونجور نشست آلیخانی آدمت... من یک بار براتون گفتم این مرد سی و چهار سال بشد اومد اقتصاد کشور زیر و رو کرد چرا؟ چون از جون و دل اینا کار میکرد حامی درستی هم داشت ده دوست بودن نه نت... <متصف> کار خلاف میکردن همینطور تو فکر این بودن که مملکت رو بسند خب ساختن اصلا به شاه هم ربطی نداشت این, این مدیرا ساختن و تمام این مدیرا اینا شقه کردن خب این مملک... با... با... با, چی میخوای شما مملکت بسازی آخه آخه جامعه پایین هم که حرکت میکنه دسته مدیریت خوب باشه مدیریت اگه نتونه برنامه بده خب جامعه مرده میشه جامعه لخت میشه من اصلا چشمم آب نمیخوام واقعا همطور تو تد... تبلیغات و حرفای همش دروغ واقعا همش تمام حرفایی که میزنن تبلیغات دروغه. از صبح تا شب دروغ تمام دروغه تمام شبا نشستن برنامه ریزی چجوری پولو بخورند بعد میان فرداش یه سری حرفایی چیزی برای ملت تحویل میدن هیچ آقا این این حالا همین یارانه ها هم به مرور حذف کردن از خیلی ها یعنی علا... معلومه. معلومه بله, بله هیچ حذف میکنن اینا, اینا... اینا... آلودگی هوا الان ببینیم به کجا داره میرسه ما هیچ این ریزگرد هایی که الان تو اهواز تو خوزستان بلوچستان اصلا زندگی رو وقتی اینا به فکر این نیستن 20 سال دیگه نیمی از ایران دیگه قابل زندگی کردن نیست یعنی واقعا شما هیچ بلایی مثل این به جان ما نیفتاده بود این برنامه دوست عزیزمون ناصر شاینپر رو که گوش میدید میبینید در این بلاهایی که بر سر ما اومد هیچ بلایی مثل این نبود واقعا این بلا تازه یکی از ببینید اینقدر واقعا مشکلات کشور زیاده آخه شما وقتی توی کشوری یه رئیس جمهور انتخاب میشه این رئیس جمهور حد اقلش اینه که یه برنامه کوتاه مدت داشته باشه ما تو کشور وقتی رئیس جمهور انتخاب میشه هیچی نداره هیچ برنامه جلوش نیست حرف زیادی هم حرف زده اون آقای احمدی نجاد هم اون یکی اون یکی آقای خاتمی نمیدونم حرف زیاد میزنند ولی برنامه عملی که ندارند اینا حرف میزنن آقا ما میام این کارو میکنیم بعدم میان این آقای روحانی در زبه صد روز بنا بود که اقتصاد کشور رو چیکار بکنه بله کارنامه 100 روزشون ارائه داده بشه آقای به اعتقاد من اسباب تاسف آقای دکتر فرابش ولی حداقل دکتر فرابش یک نسخه جلوی ما گذاشته حداقل به ما گفته بیاید ایران رو نگاه کنید از قاجاری شروع کرد یعنی من اینجا وقتی نگاه میکنم اولا شما در هیچ کتابی به این اندازه تمام قراردادهای مهمی که ایران با جامعه جهانی داشته ترکمانچای توش هست گلستان هم هست قرارداد ارمیتاژ هم هست دارسی هم هست رویتر هم هست تمام اینا رو ورده بررسی کرده اومد از آقا محمد خان قاجا بعد انقلاب مشروطیت بعد تشکیل سلسله پهلوی و از صفحه 300 دیگه میریم توی خاندان پهلوی تا پایان کتاب و به نظر من واقعا این کتاب بی نظیره دکتر گاهی اوقات نگاه میکنم میبینم مثلا مطالبی که شما اینجا آوردی جدا جدا از زیر چشم ما رد شده مثلا چرا ناصر دینشا قرار داد رویتر رو بست چی بود داستان چه جوری لغو شد یا داستان روژی چی بود و؟ ولی چون اینا رو شما در کنار هم آوردی و هر فصلی رو شما باز میکنی پیش زمینه فصل دیگری به همین در بر من خیلی جذاب ببینید من شروع کردم رو تاریخ من. خودم اولین قرارداد مثلا 1800 و فلان بسته شد بعد هم دور اومده, اومده 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 تا قرارداد 1919 و اینا یه جوری ناخداگاه در ارتباط با هم قرار میگیرن همین میگم خیلی جالبه نه که من دل... دل... وقتی خواننده میخونه یه دل... تس... تصوری تو ذهنش میمونه رد نمیشه دقیقاً، اینطوری دقیقا دقیقا و این به نظر من مثلا ما دوران همین انقلاب سفید رو که دکتر اشاره میکنه از سال 41 به بعد که زمینه رو سال 42 و برخواستن آقای خمینی علیهش واقعا شما انگوش رو نکات مهمی گذاشتی که چرا خمینی و روحانیت باش مخالفت میکنن یعنی در واقع یکی از پایگاه های شاه رو که شاه قطع کرده بوده همون فعودالیزم مالکیت مالکان بزرگ با روحانیت این رسویکی با هم میشه خیلی جالبه توده بعد حزب توده آتش بیار مرکز این هم باز جالبه یعنی دو نیروی واپسگرای جامعه با یه نیروی که میگه مدرنم ولی سو استفاده چیه بعد باز شاه از اینم نمیترسید زمانی که نیروی خارجی به اینا پیوست همه. اومد دیگه شاه گفت من دیگه زورم نمیرسه یعنی شلوزو رو تحمل کرد یعنی با گوادالوپ که قاطی این قضیه شد اومد بغل این سه نفر بغل این سه قدرت شاه که دید ما دیگه ما زورم دیگه نمیرسه دیگه بهش رفت خیلی یعنی خیلی جامعه خیلی... با فکری با روحانیت یکی شدن دیگه. یکی شدن دیگه یکی مم. شدن شعار زد... هیستری زد شاه در داخل کشور بود ولی وقتی که غرب هم به این هیستری ضد شاه پیوست به این کمپین خب شاه دیگه دید قدرت این چی کار کنه خب پشت رفت یکی ای دو هفته دیگه کتاب اویلیبل قشنگ در دستستون خوب جلدشون رو نگاه کنید انقلاب مخملین پهلوی ها ممنونم دکتر فرابخش سپاس از اومدن زم... ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوریزاده به اتفاق دکتر منوچهر فرابخش عزیز همه شما را تا فردا به پروردگار عاشق می سپاره. ممنون